امروز میخواییم داستان کلبه ای رو براتون تعریف کنیم که بعد این که یه عده دختر پسر واردش میشن متوجه اتفاقات عجیبی میشن، اما اونا نمیدونن که زیر اون کلبه چه موجودات وحشتناکی زندگی میکنن. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم The Cabin in the Woods. در ابتدای داستان دختری به نام دینا رو میبینیم که داره وسایلش رو جمع میکنه، چون قراره به همراه دوستاش که یکیشون دختری به نام جلزه واسه تعطیلات بره مسافرت. اینجا ما میفهمیم که دینا به تازگی با دوست پسرش که یه پروفسور بوده کات کرده و به خاطر همین جلز قصد داره که تو این سفر اونو با یکی از دوستاشون به نام هولدین آشنا کنه. یکم بعد دوست پسر جلز کرت هم به اونا ملحق میشه و بعد اینکه اونا اون پسر هولدین رو به دینا نشون میدن، میرن که سوار ماشینشون بشن و راه بیفتن. اما تو همین لحظه یکی از دوستاشون به نام مارتی که یه جورایی یه کسخل نابغه هم هست بهشون ملحق میشه. خلاصه اونا راه میفتن و بعد رفتنشون میبینیم که یه نفر اونا رو زیر نظر گرفته و رفتنشون رو به موافقش گزارش میده. بعدش فیلم ما رو میبره به یه شرکت زیرزمینی و میبینیم دوتا از کارمندای اصلی شرکت به نام گری و استی بعد اینکه توسط یک کارمند جدید به نام الکس بازرسی میشن، وارد محل کارشون میشن. اونا بعد شروع میکنن به موقعیت یابی یه منطقه که ما فعلا چیزی راجبش نمیدونیم، اما همینقدر بدونید که کاری که این شرکت میکنه قرار پشمامونو بریزه. از اون طرف بین راه کرت میزنه کنار که بنزین بزنن، اما به خاطر قدیمی بودن اون پمپ بنزین نمیتونن باهاش کار کنن و مجبور میشن دنبال متصدیش بگردن. یکم بعد اونا مردکای متصدی شترمرغ سر اون پمپ بنزینه رو پیدا میکنن و کرت بعد اینکه طرف براشون بنزین میزنه ازش آدرس کلبه‌ای که قراره توش اقامت کنن رو میپرسه و مردکای هم از اونجایی که اون کلبه رو میشناسه بهشون میگه رفتنتون با خودتونه اما برگشتنتون با خداست. بعدش اون کونکش کلی بهشون توهین میکنه و اینجا مارتین بهش میگه به زودی راه آهن از اینجا عبور میکنه و تو بیکار میشی و باید این یه سگ ولگرد تو آشغالا رو بگردی. یکم بعد بچه ها راه میفتن و بعد اینکه وارد یه تونل میشن ما میبینیم که انگار اونجا یه دیواری نامرئی وجود داره. بعدش زمانی که اونا به اون کلبه میرسن دینا اول از همه واردش میشه و بعدش که هولدین میره توی یکی از اتاقا چشمش به یه نقاشی چندش میفته و به خاطر همین میارتش پایین، اما میبینه که پشتش یه شیشه آینه‌ای وجود داره که طرف آینه‌ایش به سمت اتاقیه که دیانا داخلشه و میبینیم که اون در حالی که متوجه هولدین نشده میخواد لباساشو عوض کنه. تو همین لحظه هولدین فردین بازی در میاره و قبل لخت شدن دینا موضوع رو به اون و بقیه میگه و بعد اینکه همه قضیه اون آینه رو میفهمن، هولدین به دینا پیشنهاد میده که اتاقاشون رو با هم عوض کنن و دینا هم از این مردونگی هولدین خوشش میاد. بعدش بعد اینکه دینا داخل اتاق جدید اون آینه رو میپوشونه، میبینیم که کارمندای اون شرکت زیرزمینی دارن گوشه به گوشه اون خونه رو با دوربینایی که قبلا کار گذاشتن میبینن و توانایی اینو دارن که یه سری مواد شیمیایی رو بپاشن تو اون کلبه. تو همین لحظه مردکای بهشون زنگ میزنه و میگه اون تخم سگا رو راهی کلبه کردن و بعدش ازشون میخواد که اونا رو تو خونه خودشون غرق کنن تا این کارشون باعث خوشحالی خدایان بشه. خلاصه بچه‌ها بی خبر از بلایی که قرار سرشون بیاد با کون لخت میرن آبتنی، اما یکم بعد ما میفهمیم که کارمندوی شرکت دارن هر کدومشون روی موجود باستانی شرط میبندن، چون قراره یکیشون به صورت شانسی بره سراغ ساکنین کلبه. همون شب بچه ها تو کلبه پارتی میگیرن و اینجا وسط بازی جرأت حقیقت مارتی از جولز میخواد که بره کله کرکی که رو دیواره رو ببوسه و اونم میره این کار رو انجام میده. اما یه دفعه در زیرزمین خود به خود باز میشه، ولی اونا نمیدونن که این اتفاق جزئی از بازیه که قراره واردش بشن. اونا به خاطر بازی جرأت حقیقت از دینا میخوان که بره داخل اون زیرزمین و اون بعد اینکه این کارو انجام میده بقیه هم بهش ملحق میشن و اونجا کلی وسایل قدیمی میبینن. اونا نمیدونن که هر کدوم از اون وسایل میتونن تعیین کننده موجودی باشن که قراره بیاد سراغشون و بعد اینکه هولدین یه صندوق
باغچه رو باز میکنه، کرت و مارتی هم به دو تا شیء دیگه دست میزنن. اما یه دفعه دینا اونا رو صدا میزنه تا براشون چند خط از یکی از کتابایی که اونجاست رو بخونه. اون کتاب یه جور دفتر خاطراته که انگار از طرف یه دختر نوشته شده و از یه قتل عام حرف زده که باعث کشته شدن والدین شده. اما تو همین لحظه که دینا به یه متن لاتین میرسه، مارتی ازش میخواد که اون متن رو نخونه، اما یه دفعه یه صدا بهش میگه بخونش و میبینیم که بعد اینکه دینا اون متن لاتین رو میخونه، چند تا مرده از قبراشون میان بیرون. اینجا ما از اهالی شرکت میفهمیم که بعضیاشون از اینکه موجوداتی که انتخاب کردن قرار نیست وارد بازی بشن ناراحتن. و بعدش ما میبینیم که همزمان همین مدل بازی داره تو کشور ژاپن هم اجرا میشه. خلاصه اون شب جولز کلی برای بچه‌ها قر میده و بعدش که دوست پسرش کرت واسش راست میکنه، از کلبه میبرتش بیرون که ترتیبشو بده و همزمان هم تو کلبه دینا و هولدین به همدیگه نزدیک میشن. از اون طرف در حالی که اهالی شرکت دارن جولز و کرت رو تو جنگل میبینن، دما، نور و شرایط احساسی جنگل رو واسهشون مهیا میکنن که با هم رابطه برقرار کنن. اما یه دفعه وسط عشق بازیشون اون مرده ها بهشون حمله میکنن و بعد زخمی کردن کرت با یه اره سر جولز رو جدا میکنن. بعد مرگ جولز، گری و استیو این قربانی رو تقدیم میکنن به خدایانشون و بعدش استیو با کشیدن یه اهرم خون جولز رو وارد یه مسیر خاص میکنه. بعدش مارتی رو میبینیم که در حالی که تو اتاقش نشه کرده دوباره اون صدا رو میشنوه و زمانی که از کلبه میره بیرون یه دختر مرده میاد پشت سرش. و اینجا باید بدونید که اون دفتر خاطراته نوشته یه همون دختره بوده و یه دفعه کرت بر میگرده و مارتی رو با خودش میبره تو کلبه. اون میگه جولز مرده و باید فوراً از اینجا بریم و بعدش یکی از اون مرده ها میاد سر قطع شده یه جولز رو میده دست دینا، اما اونا موفق میشن در روش ببندن. خلاصه اونا تصمیم میگیرن با هم تو کلبه بمونن، اما همزمان استیو با یه ماده شیمیایی کاری میکنه که تصمیمشون رو عوض کنن و بعدش هر کدومشون رو داخل اتاقاشون حبس میکنه. تو همین لحظه مارتی یکی از دوربینا رو پیدا میکنه و زمانی که استیو دستور تزریق داروی بیهوشی رو به اتاق مارتی میده، گری میگه ولش کن چون یکی از مرده ها داره میره سراغش. بعد به چخ رفتن مارتی، کلبه و شرکت که اون پایینه شروع میکنن به لرزیدن و بعدش هولدین از طریق اون آینه دینا رو از اتاقش میاره بیرون و اونا بعد پیدا کردن یه در وارد یه زیرزمین میشن. اما میبینن که اونجا یه جور اتاق شکنجه است و تو همین لحظه اون زامبیه میاد سراغشون، اما دینا موفق میشه دخلشو بیاره. یکم بعد کرت هم میاد پیششون و دست جمعی موفق میشن سوار ماشینشون بشن و از اونجا برن. اما تو شرکت گری بعد فهمیدن این موضوع تصمیم میگیره تونل رو منفجر کنه. چرا تونل منفجر نشد؟ بعد از این اتفاق کرت تصمیم میگیره با موتورش از روی اون پرتگاه بپره، اما اون نمیدونه که تنها راه خروج از اونجا فقط اون تونله بود که اونم به گاره. کرت هم ریغ رحمت رو نوشید و بعدش دینا و هولدین سوار ماشینه میشن که برگردن سمت کلبه، اما یه دفعه یکی از اون زامبیا داخل ماشین هولدین رو میکشه و همین باعث سقوط ماشینشون داخل رودخونه میشه. و
خلاصه دینا از تو آب میاد بیرون، اما کنار اسکله اون زامبیه میگیرتش و این در حالیه که کارمندای شرکت دارن پیروزیشون رو جشن میگیرن، اما یه دفعه میرینن. الو، نه بهتون شک ندارم. کدوم یکی؟ اونا فرار میکنن داخل جنگل و مارتی دینا رو میبره داخل یکی از قبرها و بعد باز کردن یه در جفتشون واردش میشن. اینجا دینا میفهمه که مارتی اون زامبی که اسیرش کرده بود و شلاپل کرده و اون بعدش میگه من فهمیدم که یکی این لعنتی ها رو فرستاده جونمون، چون اینجا یه آسانسور زیرشه و از اونجایی که هیچ راه فراری نداریم مجبوریم واردش بشیم. یکم بعد اونا پایین و پایین تر میرن و میبینن اون آسانسور شروع میکنه به چرخیدن و میبرتشون جلو رو خطرناکترین موجودات تاریخ که میبینیم یه جورایی اون پایین زندانی شدن. اینجا دینا میفهمه که اونا خودشون وارد بازی شدن و با خوندن اون دفتر خاطرات روش مردنشون رو انتخاب کردن. بعدش از طرف شرکت یکی رو میفرستن که مارتی و دینا رو بکشه، اما اونا موفق میشن دخلش رو بیارن و از اون آسانسور خارج بشن. تو همین لحظه یه زن باهاشون حرف میزنه و میگه کشته شدن شما برای یه هدف بزرگه و اون موجوداتی که شما دیدین در مقابل موجوداتی که پایین تر هستن پشم هم به حساب نمیان. که یه دفعه دینا با دستکاری کردن اون کلیدا همه اون موجودات رو آزاد میکنه داخل شرکت و همین باعث یه قتل عام گسترده میشه، جوری که اونا وارد ساختمون اصلی شرکت میشن و موقعی که دینا با گری روبرو میشه بهش یه چاقو میزنه. اما اون قبل مردنش از دینا میخواد که مارتی رو بکشه. همزمان از اون طرف استیف هم توسط یکی از اون موجودات به گای عظما میره و یکم بعد مارتی و دینا وارد همون جایی میشن که خونه قربان دنیا رو بهش وارد کرده بودن و بعدش یه زن که مدیر اونجاست میاد پیششون و میگه ما برای قربانی کردن به یه زن فاحشه، یه ورزشکار، یه دانشجو، یه احمق و یه دختر باکره نیاز داشتیم. اون میگه همه به ترتیبی که گفتم باید قربانی بشن، وگرنه خدایان باستان که زیر زمین هستن عصبانی میشن و میان بالا و تمام دنیا رو نابود میکنن. اون از دینا میخواد که مارتی رو بکشه تا اینجوری ترتیب و رعایت کنن و جلوی نابودی دنیا رو بگیرن، وگرنه اگه خورشید طلوع کنه دیگه دیر میشه و هممون به چخ میریم. خلاصه دینا بعد شنیدن این حرفا اسلحه‌شو میگیره سمت مارتی که یه دفعه عجب. سرنوشت به دست تو دینا، باید قوی باشی. متاسفم. منم متاسفم. آخر داستان هم میبینی که مارتی میره پیش دینا و اونا تصمیم میگیرن که همونجا بمونن تا ببینن اون خدایان چه غلطی میخوان بکنن. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.